من به دنبال صدای منحصر به فردی میگردم که تقلیدی نباشه. شما موقع خوندن صدات تغییر میدین. بزرگترین اشتباه یه خانمی. چک 1 2 3 سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان دل. امیدوارم هر جا که هستین حالتون خوب باشه. در این اپیزود با کامنت های آقای شهرام آذر در فصل دوم برنامه استیج در خدمت شما، امیدوارم که لذت ببرید. برو بریم. شالان ای وای نه قبلا تمرین داشتی؟ بله اصلا الان پایینه. داشتم تو دامت خیلی پایینه. شالان شاله اوجش بخون اوجش بخون میده اوجش چجوریه؟ چه زیبا میتونی اینجا بخونی؟ از اینجا این اوج آهنگه بخون همون خوب اوج آهنگ نیست اوج آهنگه؟ من آره من اینجا تمرین می‌کردم که توی نه 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 اوج منظورش ملودی فریاد اون قسمت بالاش ملودی بالا از مثلا شما واقعا فکر می‌کنید الان کمک می‌کنه بهش؟ آه چه این لعنتی این قرصای افسردگی رنگ به رنگ دوز به دوز به باد مرسی. خیلی ممنون. خیلی محبت دارین. شما خوب نمیخونی. شما برای این کار مناسب نیست. مرسی. پیروز باش. مرسی. خدا نگهدارت. من فکر می‌کنم یه مقداری نروسن تا چیز یکم استرس دارم. نه متوجه میشم. سبک من کارتون نیست ولی من فکر می‌کنم باید وارد برنامه بشین. باشم شما. من شما رو انتخاب نمی‌کنم. نه. شما خواننده خوبی نیستی. من چند تا کار از شما قبلا شنیدم. بله. شما توش فحاشی میکنید؟ بله. فکر میکنید فحاشی کردن توی آهنگ خوبه؟ من کاری با خوبیشو بعدش ندارم. مادر بزرگ نشسته، بچه نشسته و شما به این صورت میخونی و رواج میدی فحاشی رو بین جوونا، چون شما رو گوش میکنن. بله. آیا این کار مثبتیه به نظر شما؟ من فحاشی به همه یا به کسی به یک شخص به یک شخص مشخص بوده فهاشی. و مشکلی با هم داشتیم فحاشی صحیح نیست. شاید شما شاید بعضیا مثلا فکر کنن که ما الان که داریم فحاشی میکنیم توجه مردم رو به خودمون جلب میکنیم، در صورتی که این کار کاملا غلطه. خب من در غلط بودنش ما رأی گیری بکنیم که به یه نتیجه برسیم. من به جواب مثبت میدم. ممنون. من دوستم تو گروه منم باشه. ما هم دوستان شما رو نگه داریم. منم یه آپشن میدم ولی با ستار باید برات رفت بسازم. جناب آذر شما من نظرم منفیه. اشمام میدونی کی به شما گفته خواننده اید؟ کسی به تو گفته شما خواننده هستی میخونی؟ حتما یه استعدادی دیگه ای دارید. شما صداتون عوض میکنه صدا؟ نه صدا همینه. چرا نه عوض کنید؟ صدا تبیش سعی میکنیم حالت صدای آقای عارف داشته باشه. این توی آهنگ حق با جناب آذره. برو دوشاش همه پر شد زاغوی سفید. شما خوندن بلد نیستی. این به این نمیگه خوندن. این اصلا قشنگ نیستش. آوازه شاد کام بدن. چه بعد کی بهش بگیم؟ نه واقعا ما موافقم. آقای آذر باش راحت هم ولی من مثلا کسی که میاد اینطوری میشینه جلو من دفعه اول آدیشن میده برای من نمیتونم. منم یه چیزی نه اتیتود که داشت الان اینجوری که گوش شما مثلا از پسش برمیم. آره آوازه کارش تو راست. من خیلی مشتاقم که تجربه به دست بیارم. شانشون میدم خیلی تجربه داره، فقط برای همین قطعا خیلی جذاب خواهد بود. ما هر چهارتا به شما رأی دادیم که شما تو تیم ما باشید. این حالا نظر شماست که با کدومی که از ماها میخواید همکاری کنیم و تو تیم کدومی که از ماها میخواییم بریم. من فکر میکنم بابک. هم صداتون حجم داره، هم ارتفاع داره، هم به اصطلاح اون روش داری که بیای جلوی مردم برنامه اجرا کنی، جلوی دوربین برنامه اجرا کنی و خجالت نمیکشی. نه. آره خیلی انرژی مثبت هم داری. مرسی. و منم موافق هستم که شما تو گروه من باشی. کیمیا جان، شما باید بین من یا آقای آذر یک کدوم انتخاب کنی که دیگه از اون بعد با اون تیم بری جلو. گاش تازه گلی سر راهم. به نظر من صدای شما کاملا مبتدیه و خیلی ساده است. جواب منفی. شما وقتی که میخوندی بیشتر شو اجرا میکردی. شما حتی دستات هم اینجوری میکردی انگشتات ها اینجوری. چرا این کار میکنی؟ موقعی خوندن؟ با همجوری خب عکس میکنی بیشتر شو اجرا میکنی، کمتر به خوندن توجه داری. این نظر من.
شما چرا که ترجیبند رو نخوندی؟ قسمت عاشقم مثل آره ما راستش بحثی که بود همه دوستان دوست داشتن اوجو بخونن. اوجو بخونن بله. خب دیگه بچه‌ها اینجوری. یعنی شما میتونستی بخونی؟ بله قطعا. قطعا میتونستی. بله. میتونستین هم هارمونی روش بخونی مثلا صدای دوم اینا ولی نخوندی نه. بله. چرا نخوندی؟ زمان نداشتیم که هماهنگ باشیم. هماهنگ باشه. خیلی ممنون از اجرات. مرسی. مرسی از شما. بفرمایید. خدافظ. شما برای صدایی هستی که حجم داره و اوجش هم خیلی خوبه. با قدرت می‌خونید. اگه من شما رو انتخاب کنم تقریباً صندلی‌ام تقریباً پر می‌شه. می‌تونیم مثل آقای نیک به چند تا به من بدین اگه اشکالی نداره بعد اگر نظرتون عوض شده. به هر حال نظر خودتونه ولی فکر می‌کنم شاید واقعا این چانسو داشته باشم که شاید یه صندلی رو بگیرم اگر صدای بهتری از من اومد من عوض کنم. قبوله؟ بله. عالی شد. خیلی عالی. خیلی عالی. خیلی عالی. بسیار عالی. چند تا صندلی مونده؟ یک. اینجا تو این مرحله این صندلی مال منه. دیگه همه مال منه. مال منه. شما زیاد آمادگی نداشتی برای این اجرای این آهنگ. این آهنگ یه هیجان دیگه توش میخواست، اون هیجان در صدای شما من ندیدم. اصلا استرس شده، بعد خیلی استرس داره. منو راضی نکرد. متاسفانه من نمیتونم به شما صندلی تو تیمم بدم. سرجان کافی نبود به نظر من. متاسفم سرجان. آیا همه؟ متاسفانه اجرای قوی نبود. باید من راضی موفقیم. مرسی. اصلا نگاه توقع نداشت سر، یعنی یک لحظه نه بگه سر خیلی خوبه. گفت هیجان خاصی میخواست این آهنگ، نمیدونم منظورش از هیجان خاص چی بود. بسیار عالی. شما خیلی قشنگ خودی، من شما رو تیم من قبول میکنم، خواهش کنم بفرمایید. بسیار عالی. بسیار عالی. تابان، شادی، آرش. ما هنوز چانس داریم. ببینید من فکر میکنم بچه‌ای که الان تو تیم هستن اجراشون از شما خیلی بهتر بوده. صد درصد. من شما رو تو تیمم نمیتونم قبول کنم. از بچه‌ها سوال می‌کنم شاید شما رو تو تیمشون احتیاج داشته باشن. خیلی ممنون. کارن جان نه. متاسفانه. بابک جان متاسفانه نکرد. متاسفانه. خیلی ممنون. مرسی. موفق و پیروز باشید. چی شد؟ چی شد؟ جواب منفی گرفت. حالا ما چیکار کنیم با شما؟ اجازه بدیم فکر کنم که تو کسی رو عوض کنم. من فکر میکنم شما جاتون رو با خانم شادی عوض کنم. شادی شادی از شرکت کننده گروه حامد نیکفه بود. آخه من از بچه ها خواهش میکنم که اگر شما رو میخوان در تیمشون داشته باشن به شما رأی بدن. جواب من منفی. مرسی شادی. مرسی ممنون. خیلی خیلی ممنون. قربون شما. شما وقتی میخونی با آدم احساس خوبی دست نمیده. و این برای من خطرناکه که شما را تو تیمم بذارم و برای شما آهنگی بنویسم که مردم باش لذت نبرن. من متاسفانه شما را تو تیمم نمیتونم قبول کنم ولی از دوستانم خواهش میکنم که نظرشون راجبه شما بدن. چشم. متاسفانه خیر عزیزم. موفق باشین. نه. مرسی. ممنونم. مرسی. موفق باشید. قربونه برم هدی جان. خیلی تمرین کردم آقای شهرام. بله. موضوع اینه که من دیشبم 3 ساعت خوابیدم. وقتی که آدم تو همچین برنامه میاد باید یعنی با تمام قوا هم لباس رزم بپوشم، اسبش زره باشه داشته، من شمشیرش باشه. من الان اینو بیرون عالی اجرا کردم. گرز و کلاه خود و باش باش اینا. میدونی؟ از خودم توقع خیلی بیشتری داشتم. بله. هنوزم میخوام که چانس داشته باشم چون که من جزء گروه شما بودم. من واقعا این آهنگو میتونم پرفکت اجرا کنم. حالا که اجرا نکردی که؟ خب متاسفم من نمیدونم. خب منم متاسفم چیکار کنم؟ خب ولی میتونم من این توانایی دارم که این آهنگو پرفکت اجرا کنم. اگه آهنگو قطع نمیکردین من دوست داشتم که تا تهش برم. نه عزیز من همون اول که میخواستی شروع کنی باشه تو شروع کردی. ولی من با آهنگو شروع کردی. من جزء گروهتون بودم و این چانس رو میخوام ازتون. ضعیف اجرا کردی. ولی میتونم اینو قوی اجرا کنم آقای شهرام. نمیتونم رأی بدم. من از آقای شهرام میخوام که نظرشون رو راضی میشون بدن. نه خواهش میکنم. خیلی باشه پس نظر نمیدم. نه. نه آقایش من به خاطر اینکه میگم این آقای شدیس من آقای ره هستم. مریم جان خیلی کوتاهت بگم شما آماده نیستی که وارد برنامه شی. اگر من یا یکی از دوستای دیگه‌م شما رو وارد کنه
هم من به دانشمون دوستم شک میکنم، هم همین که همه بیننده ها مطمئن باش متوجه میشن و وقتی تمرین شما کمه شما رأی نخواهی برد. من این آهنگ رو تمرین کردم، من فقط میخواستم اینو خدمت بگم. موفق باشی، بیشتر تمرین کن. بعد جان عزیزم به نظر من شما برید دوره شما خیلی احتیاج کار بکنید، حتما با این انرژی که شما دارید اگه توانات باشین حتما میتونید به جایی شما برسید. شما دختر جنگجویی هستید، من میدونم که تو بقیه مراحل زندگی موفق خواهید شد. من برای شما آرزوی موفقیت میکنم. دمت گرم، روز بخیر. متشکرم از شما. ممنون.